درود بیکران خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمندم. امیدوارم حالتون خوب باشه در هر کجای جهان که زندگی میکنید، به خصوص هموطنان عزیز و ارجمندمون درون کشور. در اینجا لازم میدونم توضیحاتی در رابطه با خیزش‌های خیابانی، نافرمانی‌های مدنی، اعتراضات و اعتصابات بدم برای رسیدن به هدف. همونطور که مستظر بودید و هستید، همیشه در رابطه با هدف با شما صحبت کردم. هدف ما اول باید مشخص بشه که براتون توضیح دادم. هدف سرنگونی حکومت اسلامی است. هدف برگزاری یک روز رفراندوم هست زیر نظر ملت ایران که به نوع نظامشون رأی بدن. هدف پارلمانی کردن کشور. هدف قانون اساسی است بر پایه حقوق انسانی و حقوق مدنی و برابری میان زن و مرد. هدف داشتن یک قانون اساسی سکولار هست به معنی جدای دین از حاکمیت و حکومت، که دیگه هیچ شخصی، هیچ گروهی، هیچ دسته‌ای از باورهای مذهبی مردم استفاده و سوء استفاده نکنه برای زدن جیب ملت ایران. این اهداف است. خب چگونه میتونیم به این اهداف دست پیدا بکنیم؟ کسانی که جنبش فدایان ایران رو دنبال کردن میدونن که ما آغازگر خیزش‌های خیابانی بودیم، به خصوص در 2 سال اخیر، زمانی که 3 روز قبل از انتخابات حکومت اسلامی از شما خواستیم که بیاین به خیابون‌ها و نه بزرگ به حکومت بگیم، بسیارانی حتی با نام اپوزیسیون در خارج از کشور به پا خواستن و گفتن آقا نه، مردم جونشون گرفته میشه، کشته میشن در خیابون‌ها و این رسمش به قول معروف نیست، مردم رو بکنید تو خونه. و ما فریاد زدم اگر مردم به خانه فرستاده بشن به خواسته هاشون دست پیدا نخواهند کرد و حاکمیت آن چیزی رو که خواهد خواست و همیشه خواسته به خورد ملت میده، که همین اتفاق افتاد. و در نهایت براتون توضیح دادم با این شکلی که روحانی در دوره دوم انتخاب شد، وضعیت جهانی که داره میره دست به دست هم بده، اقتصاد کشور نابود خواهد شد و شما وضعیت خوبی پیدا نخواهید کرد و در تقابل قرار میگیرید با کشورهایی که به قول معروف در جنگ هستن با حکومت اسلامی. خب باید یک زمانی از این دوران میگذشت تا شما متوجه بشید منظور من و ما در این جنبش چه بوده و هست و امروز کجا قرار گرفتیم. خب ما خیزش‌های خیابانی رو آغاز کردیم، شعار نویسی، پول نویسی، دیوار نویسی، اتوبوس نویسی، بر سر دانشگاه‌ها صحبت کردن، روی کانال‌های تلگرامی و غیره. هر کجا فرصتی پیدا کردیم بقیه هموطنان رو آگاه ساختیم از خیزش‌های خیابانی و جنبش فدایان ایران. اما مهمتر از همه توضیح دادن هدف بود و بعد از اون وقتی که مردم متوجه شدند که هدف چیست، یک سوال محوری پرسیدیم که آیا شما از خودتون بپرسید از دیدگاه شما کشور ما اشغال شده یا خیر؟ این سوال خیلی مهم بود و کماکان هست. هر ایرانی باید به این نتیجه برسه که کشور ما اشغال شده. شما زمانی متوجه میشید من چی دارم خدمتتون عرض میکنم که کف خیابون‌ها قرار بگیرید. فرق نمی‌کنه کدوم شهر هستید، شمال یا جنوب یا شرق یا غرب یا مرکز، وقتی کف خیابون‌ها قرار گرفتید و حرکت‌های حتی مسالمت آمیز انجام دادید و شعار دادید در سطح شعار و نه بزرگ به این حکومت گفتید، اون موقع هست متوجه میشید که کسانی که کشور ما رو اشغال کردن چگونه با شما برخورد میکنن. مردمی که دست خالی هن، مردمی که نان ندارن، آب ندارن، هوا ندارن، برق ندارن، هیچی ندارن، اقتصاد ندارن، کار ندارن، اومدن و فریاد میزنن و میگن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، یا سوریه رو رها کن، فکری به حال ما کن. و مردم متوجه شدن که میلیاردها دلار خرجی که حکومت اسلامی در سوریه، در یمن، در عراق، در غزه، در لبنان، در فلسطین، در هر کجا انجام داده به درد مردم نخورد. مردم به گرسنگی و تشنگی میمیرن، هلاک میشن. حکومت پول ملت ایران رو در جای جای جهان خرج میکنه و باج‌های کلان میده. حالا دیگه لابیستاش در کشورهای اروپایی و یا آمریکا دیگه بماند. خب مردم با این آشنایی پیدا کرده، در گذشته آشنایی کافی نداشتن، امروز آشنایی بیشتری پیدا کردن. همه این داده ها رو وقتی میذارن کنار هم و کف خیابون ها قرار میگیرن و شعار میدند، برخورد حکومت و حاکمان که آمدن حفظ نظام بکنن، نه حفظ مردم، نه حفظ کشور، نه حتی حفظ اعتقادات اسلامی، از اعتقادات و باورها و شعارهای اسلامی استفاده میکنن برای سربریدن. سربریدن کی؟ همین بچهای مظلوم که مسلمان هم هستند، ولی به خاطر فشارهای اقتصادی و جو
وحشتناکی که توسط سانسور و یا تجاوز، کشتار، قتل، زورگویی، دروغگویی بر سر جوان ایرانی آوردند، این جوان به پا میخیزه و از زندگی عبور میکنه و کف خیابونها قرار میگیره. خب حال برگردم سر صحبتهای اولم، چگونه میتونیم به خواسته هامون دست پیدا بکنیم؟ داشتن جمعیت میلیونی کف خیابونها. چگونه میتونیم جمعیت میلیونی رو داشته باشیم؟ همون سوالی که یا درخواستی که شما هر روز ارسال میکنید. آقای شمیرانی به مردم بگید برن صدا و سیما رو بگیرن، برن وارد پادگان ها بشن، از ارتش بخواین که بیاد کف خیابون ها، از سازمان های دیگه بخواین که متحد بشن. ما چگونه میتونیم به این خواسته هایی که برای رسیدن به هدف هست دست پیدا بکنیم؟ با شعار نویسیه، با اعلان و مطرح کردن جنبش فدایان ایران و خواسته هایی که جامعه میتونه لمسش بکنه، عجیب و غریب براش نیست، چون در فضای مجازی و همچنین اطلاعات سپاه و همچنین رسانه‌های حکومت اسلامی دارید میبینید که چه اتفاقاتی داره میفته، چگونه تحریف به وجود میارن، دروغ پردازی و غیره. پس ما احتیاج به جمعیت میلیونی داریم برای رسیدن به خواسته هامون. چگونه میتونیم جمعیت میلیونی رو به وجود بیاریم؟ با اعتراضات و اعتصابات. قبل از اینکه بخوایم اعتراضات به راه بندازیم یا اعتصابات بکنیم، میبایست بدونیم که کشورمون اشغال شده و هدفمون چیست. این دو لازم و ملزوم یکدیگر بوده و هست برای آماده شدن و برخورد درست حسابی کف خیابون‌ها با اشغالگران. در واقع این میمونه که شما میخوایم برین به جنگ، جنگ که ما داشتیم با عراق، ما رو به جنگ فرستادن و فرض بگیرید ما ندونیم عراقی ها کی هستن و چه کار میخوان بکنن و برخورده به قول خودشون دموکراتیک با متجاوزین انجام بدیم. عراق 800 کیلومتر خاک ایران رو وارد شده، 1200 تانک وارد کرده، 250,000 نیرو در 31 شهریور 59 و وارد کشور ما شده، اشغال کرده خوزستان رو، اومده و داره خونه ها رو یکی پس از دیگری ازش عبور میکنه و تجاوز میکنه به دختر ایرانی و بعد آتشش میزنه و میکشتش و ما بخوایم برخورد خردمندانه و دموکراتیک با عراقی ها داشته باشیم. ببینید تصویری رو که دارم براتون ترسیم میکنم دقیقا همین جاست، همین شکله. کشور ما اشغال شده توسط بیگانگان، منتها بیگانگانی که با زد و بندهای خارجی به اینجا رسیدن و به زبان فارسی صحبت میکنند و فقط براشون حفظ نظام که اونم به نظر خودشون مقدس هست مهمه، در صورتی که مردم مسلمان ایران رو دارن تکه پاره میکنن، از جیب ملت مسلمان ایران هم داره زده میشه به جیب کشورهای دیگه ریخته میشه. خب این آگاهی ها رو باید داشته باشید. باز دوباره عقب گرد میکنم، برمیگردم سر صحبت اولم. پس ما یک هدف داریم و برای رسیدن به این هدف احتیاج به جمعیت میلیونی. چگونه میتونیم جمعیت میلیونی رو داشته باشیم؟ میبایست شما به سلاح دانش و آگاهی برسی و داشته باشیش و بعد از اون هستش که توانایی ها آغاز به کار میکنه. شما تواناییشو داشتی و دارید، فقط ترس رو نهادینه کردن. این ترس هم به دلیل تنها بودن شماست، چون تا به امروز جامعه صنفی عمل کرد، جامعه فقط یا کارگران بودن یا معلمین بودن یا بازاری ها بودن یا شهروندان شهرهای مختلف به خاطر نداشتن آب، برق یا هر چیز دیگری وارد کار شدند. خب خوب هست ولی کافی نیست. چرا؟ به دلیل اینکه در هدف با هم مشترک نبودند. ازتون میخوام که در هدف با هم مشترک باشید. وقتی در هدف مشترک باشید، وقتی فهمیدید که کشور اشغال شده، اون موقع است که تدابیر متفاوتی رو خودتون سازماندهی میکنید و انجام میدید برای رسوندن جامعه میلیونی کف خیابونها و با استفاده از قدرت اجتماعی. ما زخمی میدیم، کشته میدیم، بچه هامون دستگیر میشن، ولی مبارزه ادامه داره تا فتح پیروزی، تا فتح خیابانهای تهران و یا سایر شهرهای کوچک و بزرگ کشور. همونطور که برابر عراقی ها ایستادیم و خرمشهر رو آزاد ساختیم،
این بار حماسه بزرگ دیگری است در دستور کار ملت ایران، با این تفاوت که کشور آمریکا امروز حامی خیزش‌های خیابانی مردم بوده و هست. این داستان به طور کلی متفاوته با سال 88. ما بارها در این رابطه صحبت کردیم. امروز سیاست کاخ سفید در کنار خواسته های ملت ایران داره به سمت جلو پیش میره و من بارها خدمتتون عرض کردم نمیبایست فقط دل بست به خارجی ها و بنشینیم که اونها تصمیم بگیرن. خیر، جایی خواهد رسید که منافع اونها چیز دیگری میخواد که در تقابل قرار میگیره اگر ملت سکوت بکنن. پس ما برای اینکه بتونیم به خواسته هامون دست پیدا بکنیم و هدف، احتیاج به جمعیت میلیونی داریم. در کنار این جمعیت میلیونی کشورهای دیگه که امروز مخالف حکومت اسلامی بوده و هستن در کنار ملت ایران قرار خواهند گرفت. بعضیا میپرسن که چرا آمریکا وارد عمل نمیشه یا ال نمیکنه یا بل. اینجوری خدمتتون عرض بکنم، یا صحبت از رژیم چنج نمیکنه. ببینید، از لحاظ حقوق بین الملل و قوانینی که نوشته شده هیچ کشوری نمیتونه بیاد همینجوری اعلام بکنه خب من از فلان کشور خوشم نمیاد و میخوام رژیم چنج انجام بدم. به خصوص فرض بگیرید کشوری قدرتمند مثل آمریکا بیاد یه همچین صحبتی رو بکنه، یعنی در واقع قوانین بین الملل رو زیر پا گذاشته. مگر اینکه داستان به صورت تهدید یا حمله نظامی به این کشور انجام بشه، مثلا فرض بگیرید اون چیزی که ما در 9/11 داشتیم یا مسائل حرکت‌های تروریستی که در فرض بگیرید آمریکا انجام بشه، اون موقع این کشور دستش باز خواهد بود برای حمله نظامی و یا به قول معروف رژیم چنج در یک کشور دیگری. و تا زمانی که این انجام نشده هیچ رئیس جمهوری نه اینجا نه جاهای دیگه میتونن بیان به صورت مشخص اعلام بکنن که آخ ما می‌خوایم رژیم چنج انجام بدیم در فلان کشور، چون بعضیا منتظرن تا همچین چیزی رو بشنوند. این انتظار نادرستی بوده و هست. آمریکا سیاست خودش رو برای حفظ منافع خودش با مردمش پیش میبره. امروز سیاست خارجی آمریکا در کنار ملت ایران قرار گرفته و هم امروز هستش که شما باید از این وضعیت استفاده بکنید و اون جمعیت میلیونی رو برای رسیدن به این هدفی که براتون توضیح دادم کف خیابون‌ها داشته باشید، که با دست به دست دادن همه حرکت ها ما میتونیم به اون خواستمون دست پیدا بکنیم. یعنی شعار نویسی هست، اطلاع رسانی هست، صحبت کردن هست، نشست هست، توضیح دادن مسائل واقعی هست و باز کردن این مسئله که کشور ما اشغال شده توسط بیگانگان و اینها فقط براشون حفظ نظام مهم بوده و هست، هیچ چیز دیگری مهم نیست. همونطور که برای عراقی ها مهم نبود، همونطور که برای کسانی که به کشور ما حمله کردند مطرح نبوده در طول تاریخ. ما تاریخ نوشتاریمون رو حداقل داریم و میدونیم چه کشورهایی با چه افرادی به کشور ما حمله کردند با تفکرهای متفاوت و ما پذیرای اونها نبودیم، ما برابرشون ایستادیم. این ایستادگی برابر اون کشورها رو امروز میبایست دقیقاً پیاده بکنیم کف خیابونها برابر حکومت اسلامی. دیگه احتیاج نداره من بیام اینجا بشینم بگم این حکومت چقدر دزده، چه مقدار اختلاس میکنه، چه مقدار جنایتکار. همه واقعیت ها رو میدونن. یک زمانی بعد راجع به واقعیت ها صحبت میکنه، امروز همه واقعیت ها رو میدونن، ولی میخوایم این واقعیت ها رو تبدیل به عمل بکنیم برای رسیدن به هدف. پس باز مجددا این مسئله رو میشکافم، ما یک هدف داریم، برای رسیدن به این هدف جمعیت میلیونی احتیاجه. برای اینکه بتونیم جمعیت میلیونی به دست بیاریم که حکومت رو سرنگون بکنیم، صدا و سیما رو به دست بگیریم، پادگان ها رو تصرف بکنیم، ارتش به ملت بپیونده، نیروهای نظامی و انتظامی به مردم بپیوندند، اون کسانی که همیشه مردمی بوده و هستند و به خاطر گذراندن امورات زندگیشون مجبور شدن که با حکومت و حاکمیت این مسیر رو جلو بیان، اونها به سمت مردم کشیده بشن و قدرت اجتماعی مردم در کنار اسلحه‌ای که بهشون داده میشه توسط خود مردم حرف اول رو کف خیابون‌ها بزنه. چگونه میتونیم اینها رو به وجود بیاریم؟ با اعتراضات، همین اعتراضات که داره به سمت جلو پیش میره. پس این اعتراضات گنگ نیست، کور نیست،
اگر میبینید در رسانه‌های متفاوت میارن افرادی رو که به عنوان مفسر و غیره که مردم رو گیج و گنگ بکنه و در کنار صدا و سیمای حکومت اسلامی مردم رو به ناکجا آباد هول بده، بدونید که با برنامه ریزی انجام میشه و بدونید که چه مقدار متفاوت هست این صحبت ها و این خواسته ها و این حرکت ها با اون چیزهایی که دارن براتون پخش میکنن. دوست دارن شما در خلسه بمانید، در برزخ نگهتون دارن، ولی حرکت های خیابانی، خیزش های خیابانی، اعتراضات و اعتصابات دقیقاً پایه های نخستین حرکت میلیونی کف خیابان هاست برای رسوندن این جامعه به هدف. پس ما میبایست هر روز قوی تر، با تجربه بیشتر، با نگاهی بازتر به سمت جلو پیش بریم و سایرین بخواهیم که به ما بپیوندن. حکومت اسلامی میاد که برای شما بسته های متفاوت پیشنهادی بده در نشست هایی که داشته و داره. حرکت های امنیتی یکی پس از دیگری انجام میشه از طرف اطلاعات سپاه و همچنین نیروهای امنیتی رژیم که بخوان بیان وارد جمعیت و خیزش های مردمی بشن و شما رو پراکنده بکنن و از هدفتون دورتون بکنن یا مایوستون بکنن یا به دامتون بندازن. آنچه را که شما میباید انجام بدید اتحاده. اتحاد در عمله، یعنی دست به دست هم دادن، در کنار هم قرار گرفتن، با هم وارد خیابان ها شدن و با هم به خانه ها برگشتنه. دقیقا مثل یک جنگ میباید عمل بکنید، همونطور که ما با عراقی ها جنگیدیم. اگر یک کدام از ما در محاصره عراقی ها قرار می گرفت، بقیه به مقداری شلیک می کردن تا فضای بازی باشه برای اون یک نفر یا چند نفر که بتونن به سنگر و به قول معروف بچه های دیگه بپیوندن. خالی نمی گذاشتن. شما هر لحظه، هر ثانیه، هر دقیقه باید فکر بکنی و متوجه بشی که در جنگ قرار گرفتی با بیگانگان. جنگ ما با حکومت اسلامی، با حاکمان اشغالگره، نه با ایرانیان. اینا ایرانی نیستند، اینها منافع کشور ایران رو در نظر نگرفتند، اینها ذره‌ای به حتی اعتقادات ملت ایران احترام نذاشتند و از اعتقادات و فرهنگ ایرانی استفاده و سوء استفاده کردند برای جیببری های بیشتر، برای تجاوز آشکار و نهادینه کردن ترس. تمام اینها میتونه با قدرت اجتماعی از بین بره. دست به دست هم بدید، همبستگیتون رو هر روز بیشتر بکنید، اتحادتون رو هر روز گسترده تر بکنید. برای رسیدن به هدف و جمعیت میلیونی، باز شدن در زندانها یکی پس از دیگری، از راهی که دارم خدمتون عرض میکنمه، یعنی رسوندن جامعه در درجه اول به این نظر، این منزل که آقا راهی به غیر از به هدف فکر کردن و برنامه ریزی کردن، ترسیم کردن راه رسیدن به هدف نداریم. از پراکندگی ها باید جلوگیری بکنیم تا بتونیم برابر ترس بیستیم و بر ترسی که نهادینه شده توسط حکومت غلبه بکنیم و شعار در فردایی نچندان دور دیگه، شعار این که نترسید نترسید ما همه با هم هستیم، تغییر پیدا بکنه به شعار بترسید بترسید ما همه با هم هستیم و شعارهای این چنین. یعنی اگر شما تا به امروز ترسوندنتون به دلیل تنهاییاتون بوده، به دلیل اینکه تنها عمل کردید، به دلیل اینکه جامعه متوجه بسیاری از واقعیت ها نشده و به خاطر رسانه‌هایی که تأثیرگذار بودن، رسانه‌های داخلی و همچنین رسانه‌های ساخته ای مال کشورهای بیگانه، جامعه را از هم دور کرده و این جامعه خودش رو تنها یافته وسط خیابون‌ها و هر چقدر فریاد زده، افراد اومدن به راحتی از کنارش رد شدن و گفتن آقا به ما ربطی نداره، ولی امروز به همه ملت ایران ربط پیدا می‌کنه. باور داشته باشید آنچه را که گفتم تا به امروز انجام شده و آنچه را که دارم براتون توضیح میدم در هر شکلش میتونه اتفاق بیفته. میتونیم به پیروزی برسیم، میتونیم شکست بخوریم.
این داستان دو قطب متفاوت داره، دو جهت داره. مردمی که گوش میدند، مردمی که بعد از گوش دادن انجام میدن کار رو، به پیروزی میرسن و روزگار خوشی خواهند داشت. مردمی که نظارگر باشند، مردمی که منتظر بمانند، مردمی که اعتراضات خودشون رو فقط برن در منازلشون فریاد بزنن به هیچ جا دست پیدا نمی کنن و حاکمان قاصب جنایتکار و اشغالگر مجدداً بر گرده مردم به شکل دیگری سوار خواهند شد. پس ازتون درخواست می کنم هر روز و هر روز با قدرت بیشتر به اعتراضات و اعتصابات بپیوندید. سر تا سر کشور می بایست اتحاد به وجود بیاد. و اینو براتون توضیح بدم، اگر شهرهایی، اگر شهری، اگر قسمتی از کشور وارد این اعتراضات نشه، مطمئن بدونید تا هفته ها و ماه های آینده مجبور خواهد بود که تسلیم ملت ایران بشه و همراه بشه. چرا که وضعیت اقتصادی رو به نابودی است و وقتی که وضعیت اقتصادی کشور نابود میشه، شما حسابشو بکنید، هر کسی که دارای هر شغلی هست درآمدی به هیچ عنوان دیگه نخواهد داشت و وقتی که درآمد نداشته باشه میخواد با چی؟ با سلام و صلوات زندگی رو بگذرونه؟ یا بخواد گشنگیشو فقط با دعا ازش عبور بکنه؟ این خرافاتیه که حکومت در سر مردم پرورانده در طول تمام این مدت. به این نتیجه میرسه که آقا راهی به غیر از همراه شدن با این ملت نیست و اونجا هستش که شما پرچم‌دار در میان میدان خواهید بود. فدایان ایران هستند که فرماندهان واقعی شما برای رسوندن شما به هدف هست. فدایان ایران رو شما خواهید دید در سر تا سر کشور. ما سالهاست که داریم برنامه ریزی میکنیم. ما پایه‌گذار خیزش‌های خیابانی در کشور ایران بودیم و کماکان هستیم برای رسوندن این جامعه به هدف. راه‌های متفاوتی رو رفتیم، پیروزی هایی رو به دست آوردیم و شکست هایی رو داشتیم. همه اینها نامش تجربه است و از این تجربه هر روز استفاده میکنیم برای اطلاع رسوندن به شما که سایرین که ما رو نمیشناسن، سایرین که حتی نادرست فکر میکردند در رابطه با این فرماندهی و این جنبش، توسط رسانه هایی که براشون به راه انداخته بودن به این نتیجه میرسن که آقا راهی به غیر از این نیست، به غیر از خیزش های خیابانی، حرفی که ما از روز نخود زدیم. جامعه ای میتونه به خواسته هاش دست پیدا بکنه که بیاد کف خیابون. چگونه رسوندن شما به کف خیابون هم توضیح دادم. پس همه اینها یکی پس از دیگری زنجیروار و هم متصله، به دلیل اینکه طوفان‌های متفاوتی در راه است. طوفان‌های اقتصادی، طوفان‌های میتونم بگم رسانه‌ای که برای شما به وجود میارن و حتی حکومت نظامی، حتی از موضع قدرت و زور بخوان بیش از پیش وارد بشن، اما بدونید که پایدار نخواهد بود. هیچ قدرتی نمیتونه برابر قدرت اجتماعی مردم، هیچ نیروی در جهان نمیتونه برابر قدرت اجتماعی مردم، مردمی که یک هدف دارند، مردمی که یک خواسته دارند بیسته و مغلوب خواهند شد. از ترس میان زور به کار ببندند ولی در نهایت مغلوب شما خواهند شد. اگر این صحبت ها رو گوش بدی، به نتایجی که خدمتون عرض کردم رسیده باشید، دست به دست هم بدید، نشست های خانوادگی انجام بدید در منازلتون، در محیط کارتون، از نزدیکترین افراد به خودتون استفاده بکنید برای همبسته کردن، برای اتحاد، که ما بتونیم در کوتاه‌ترین زمانی، شما در هر کجای یک شهر که زندگی میکنید، وقتی که روزی اعلام میشه از منازلتون بیایم بیرون و از همونجا 10 نفر 10 نفر 20 نفر 20 نفر به هم بپیوندید و جمعیت میلیونی رو بتونیم فراهم آوریم. وقتی این حرکت انجام میشه در کوتاه‌ترین زمانی ما به جمعیت میلیونی کف خیابونا دست پیدا میکنیم و وقتی که به این جمعیت دست پیدا کردیم، هر کاری آسان خواهد بود درون کشور. هر آنچه که بخواید، کشور در اختیار شماست، تاریخ در اختیار شماست. برسونید جامعه رو به جمعیت میلیونی.
چون این جمعیت مجبور خواهد شد که یک حرکتی از خودش نشون بده و شماها هستید که میتونید در رأس بایستید و جامعه رو هدایت بکنید. مردم دانا و متحد شکست نخواهند خورد.